جهان امروز بیمارستان بودیم کاشف پیامبر اومد که خانمم ناراحتی قلب داره. گفتم گوشی را بده من باهاش دعا بکنم. گوشی را داد، دعا 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 آمین. گفتم خواهر من حالت چطوره؟ گفت برادر جهان قلبم شفا پیدا کرد اما گوشم کر شد. گفتم اجازه بده برای گوشت هم دعا بکنم. گفت نه نمیخواد اون یکی هم کر بشه، بعد هم دعا میکنی برادر جان. حالا من فکر میکنم که به خاطر حالا زخم میکنن، اما باید من اینجا میذارم با اجازتون. دستم اینا باید باز باشه صحبت کردنی. شالوم خداوند با شما باشه. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و منو نسرین جان حیات یولداشی من. ما در آذری به همسر حیات یولداشی میگیم، یعنی رفیق زندگی. با همراه دو تا از خادمین کلیسای نروژ خدمت شما هستیم. سلام های گرم زیاد داریم از کلیسای زندگی تازه در نروژ در قطب شمال. اما سلام ها گرمه اونجا، هرچند که سرده اما سلام ها گرم هست. و خبر خوشی که برای کلیسای آلفا و اومگا داریم، خبر خیلی خوبیه. ما میخواییم به فیض خداوند توسط شورای همگام که شما هم عضو شدید، در هامبورگ ما یک کنفرانس بزرگی داشته باشیم. به خاطر اون ما اومدیم هم شماها را ببینیم، هم مزاحم کشیش آلبرت عزیز شدیم که فردا بریم به محل کنفرانس نگاه بکنیم و اگر خود شد تاریخ اینا مشخص بشه که به فیض خداوند فرزندان خداوند از تمام اروپا بتونیم جمع بشیم و خداوندمونو جلال بدیم. شورای همگام دوبار در فرانکفورت کنفرانس داشته، اما به از پارسال ماه اکتبر که ما مجمع خادمین رو داشتیم، من و نسرین جان این افتخار رو گرفتیم که در اروپا بیشتر خدمت بکنیم. از این به بعد چه بخواهیم چه نخواهیم ما زود مزاحم شما خواهیم شد. کشیش آلبرتو من تقریبا 31 سال میشناسم. همونه. خدا رو شکر به خاطر این عزیز ما. واقعا کشیش آلبرت مرسی اجازه دادی که امروز ما اینجا باشیم و بتونیم با هم دیگه خداوند زندمونو بپرستیم. کلامش رو گوش بکنیم با هم دیگه و کلام او زیباست. واقعا ممنون و متشکرم از تمام خادمین کلیسا. اجازه میخوام مخصوصا از برادر بزرگم آلبرت عزیز رخصت میطلبم. هر کسی سنام و زیاد فرق نداره اما عزیز ماست. خب ما باید به مسای همدیگر احترام بذاریم. عزیزان، اسم موعظه این هست که خطرات تنهایی انسان ها. خطرات تنهایی انسان ها. ببینید خداوند در آفرینش ما میبینیم که آسمان ها، زمین و اقیانوس ها همه را به زیبایی آفرید و خوشنود شد و هر روز که کار کرد، هر روز که یه برنامه ای داشت خوشنود شد، خوشنود شد، خوشنود شد. اما به قول ما آذری ها، اما خب دید آقا آدم چیه؟ تنهاست و
اونجا به آفرینش خودش ایراد گرفت. به آفرینش خودش ایراد گرفت. گفت خوب نیست آدم تنها بماند. باید یار مناسبی براش اختیار بکنم. البته یه بار من این یار مناسب رو گفتم توی کلیسا، خیلی هم بودن. یه نفر پاشد گفت برادر جان این یار مناسبش بود این بلا را سر ما آورد، اگر نامناسب بود چی میشد؟ بله، خداوند گفت که آقا آدم خوب نیست تنها بماند. بذاری ببینیم این هوا خانم و بی بی هوا را، عزیزای افغان بی بی هوا میگن، چطوری آفرید؟ نیومد از کله آقای آدم استخوان برداره و هوا خانم رو درست میکنه که زن تو کله مرد باشه، بشینه و پیاده نشه. خیلی جاها نه؟ زه را شنیدید حالا؟ ها؟ نیومد از زیر کف پای آقای آدم استخوان برداره و هوا خانم رو درست بکنه. اومد دنده‌ای که به قلب نزدیکه، دنده‌ای که به قلب نزدیکه، ما آذری‌ها قابرگا میگیم و عزیزای افغان قابرگه میگن، دنده‌ای که به قلب نزدیکه اونو برداشت و حوا خانم رو چکار کرد؟ درست کرد که زن همیشه در قلب مرد باشه. به افتخار زنان. زن زندگی آزادی. مقام زن در مسیح خیلی بالاست. عزیزای زن، عزیزای مرد، مردا، مامانامون زن نبودن، خواهرامون زن نیستن، همسرامون زن نیستن، دخترامون زن نیستن، چرا این ایرانی ها اینقدر زن ستیز هستن؟ مقام زن در مسیحیت خیلی بالاست. اولین مبشر مسیحیت یک خانم بود. کی بود؟ مریم مزدلیه بود. اومد به شاگردا بشارت داد که او زنده است، قبر او خالیه. پس لطفاً بدونیم که در مسیحیت ما زن و مرد نداریم، همه در چشمای مسیح به یک برابرن. پس این موضوعی که اومد گفت خوب نیست آقا آدم تنها بماند و یار معاونی همکاری براش ساخت. اگر نسرین جان، چقدر خدا نسرین ها را برکت داده، اینجا نسرین، اونجا نسرین، همه جا نسرین، خدا را شکر. ما در کلیسامون 3-4 تا عباس داشتیم، دیدیم که با عباس و با فامیلاش به یه مردم یه مقدار چیز میکنن، گفتن که عباس ها را تا 100 میشماریم. عباس شماره 1، عباس شماره 2، عباس شماره 3، عباس شماره 4 و و و تا میریم تا اون که بعضی ها قسم میخورن ها، اونم مسیحیش میکنیم. خدا را شکر برای همسرایی که خدا من به ما داده، نسرین عزیز. من بدون اون هیچ خدمتی نمیتونم بکنم. معاونی هست، همکاری هست که در خدمت هامون با همدیگه همکاری میکنیم. این معاون، همکار و بودن. و میبینیم که خداوند راه حل رو پیدا کرد و آدم رو از تنهایی در آورد. اما بعضی از ایرانی های عزیز نمیدونم میخوان چرا تنها باشن. لس آنجلس بودیم،
اونجا با خانواده داشتیم راه میرفتیم، دیدم که یک مغازه هست از این مغازه هایی که عکس میگیرن تو بشقاب و تو لیوان اینا، عکس آدمو، یه پرچم کوچیک ایران اونجا هست. رفتم گفتم آقا سلام، روزتون بخیر. برگشت گفت What to say؟ چی میگی؟ گفتم آقا سلام، روزتون بخیر. بازم گفت که What to say؟ گفتم باور بکن تا شب What to say بگی ها، من فارسی صحبت میکنم باهات، انگلیسی صحبت نمیکنم. این ور اون ور نگاه کرد، گفت آمریکا زندگی نمیکنید؟ گفتیم که نه، و الان فارسی صحبت میکنیم. گفتم چیه برنامه؟ گفت ایرانی ها اینجا با همدیگه فارسی صحبت نمی کنن، همه انگلیسی یا اسپانیش صحبت می کنن. رفتیم دیدیم یه قنادی شیشهش نوشته، قنادی فلانی فارسی هم نوشته. وارد مغازه شدیم، سلام خانم، روزتون بخیر، شما فارسی صحبت می کنیم با من؟ گفتیم آره. چی شده؟ گفت تمام مشتریامون میدونیم ایرانی هستن، میان شیرینی بخرن، با ما فارسی صحبت نمی کنن، با ما انگلیسی یا اسپانیش صحبت می کنن. چرا؟ این چراییه که خب باید جواب داد. خیلی خطرناکه که انسان تنها بمونه. موردی که ما در کتاب مقدس ما می خونیم، مورد اول آقا موساست. میگه وقتی موسی تنها شد، اشتیاق به خدمت را از دست داد. در خروج باب 4 از آیه 10 تا 13 میگه موسی عرض کرد ای خداوند، من سخنور خوبی نبودم، نه از ابتدا و نه از وقتی که تو با من صحبت کردی. من در حرف زدن کند هستم و نمیتوانم خوب حرف بزنم. خداوند فرمود که کسی به انسان زبان داد؟ آیا نه من که خداوندم؟ حالا برو، من به تو به زبان تو قدرت خواهم داد و به تو یاد میدهم که چه بگویی. اما موسی عرض کرد نه ای خداوند، خواهش میکنم یک نفر دیگر را بفرست. داره با خداوند صحبت میکنه اما میخواد تنها باشه. همکارش، همونی که سخنگوش بود، وقتی هارون تنها شد به گوساله طلایی ساختن و پرستیدن آن افتاد. موسی رفته بالا، داره با یهوه خداوند داره صحبت میکنه، میدونه هارون، اما چون تنها شده بود چکار کرد؟ شروع کرد به گوساله طلایی درست کردن و اونو پرستیدن. هارون به آنها گفت گوشواره های طلایی را که در گوش زنها و دختران و پسران شما هست به نزد من بیاورید. پس تمام مردم گوشواره های طلایی را که به گوش های خود آویخته بودند بیرون آورده پیش هارون بردند. هارون گوشواره ها را از ایشان گرفت و آنها را ذوب کرده در قالب ریخت و یک گوساله طلایی از آن درست کرد. مردم گفتند ای اسرائیل، این خدای ماست که ما را از سرزمین مصر بیرون بیاورد. پس ما میتونیم تنها باشیم. خیلی گوساله های طلایی در ذهن خودمون درست بکنیم. اینطوری نیست؟ خب یک نفر جواب بده، مثل اینکه رئیس جمهور یا صدر اعظم آلمان باهاش کار داره. میریم نوبتی دیگه. اینا نگاه کنین، انبیای خداوند یا اون نزدیک های چیز هست. ایلیا، وقتی ایلیا تنها شد، افسرده شده، از خدا درخواست مرگ کرد. پیامبر خدا تنها میشه، افسرده میشه و میخواد خودکشی بکنه، درخواست مرگ میکنه. در اول پادشاهان
باب 19 آیات 34 ما اینو مشاهده میکنیم. نوبت میرسه به جدعون. وقتی جدعون تنها شد گرفتار بت‌ها شد، اونم گرفتار بت‌ها تنهایی. داوران 8:27 وقتی ما میخونیم نوشته جدعون از آنها یک مجسمه طلایی ساخت و آن را در شهر خود عفره قرار داد. به زودی مردم اسرائیل شروع به پرستیدن آن کردند. این کار برای جدعون و خانوادهش دامی شد. پس تنهایی ما تنها به خودمون عزیزان ضرر نمیزنه، به اطرافیان ما هم ضرر میرسونه. نفر بعدی که تنها مزه تنهایی را کشید و بیچاره شد شمشونه، همون سمسون و دلیل ما میگیم نه؟ نیاره. وقتی شمشون تنها شد قربانی وسوسه های دلیله شد، تنها شد و مشغول دلیل خانم شد و اون چیزی را که نباید لو میداد لو داد و اون چیزی را که بین خودش در درون خودش بود لو داد و اون قوت خودشو از دست داد. ما میبینیم که میگه چون دلیله هر روز اصرار میکرد و بر او فشار میآورد تا حدی که از دست او به ستو آمده بود، پس راز خود را برای او بیان کرده گفت تا حالا هیچ تیغ سلمانی به سرم نخورده است. از همان وقتی که در شکم مادر بودم وقف و نظر خداوند شدم. اگر موی سرم را بتراشم قدرتم را از دست میدهم، ضعیف و مثل مردان دیگر میشوم. و همین برنامه شد. آقای داوود، داوود پادشاه، داوود نبی، وقتی داوود تنها شد به گناه با بتشبع افتاد. جالب اینه که نگاه کنیم، ما یه نفر دیگه هم داریم، خب یوسف، اونم تنها بود نه؟ زن اون بوتیفار میاد به بوله میخواد دست رازی بکنه به آقای یوسف. آقای یوسف چی کار میکنه؟ فرار میکنه. فرار را برقرار ترجیح میده. میگه حتی لباسش دست پوتیفار موند. اما آقا داوود میره پشت بام و یک منظره ای را میبینه، عوض این که فرار بکنه خودشو به جمع برسونه از اون تنهایی در بیاد، چیکار میکنه؟ و گرفتار میشه. دوم سموئیل 11:2 میگه یک روز بعد از ظهر داوود خان از بستر برخاست و به پشت بام کاخ رفت و به قدم زدن پرداخت. تنهایی قدم زدن پرداخت. از روی بام نظرش بر زنی افتاد که حمام میکرد. آن زن زیبایی فوق‌العاده ای داشت. تنهایی داوودم چیکار کرد؟ به گناه زنا کشوند. میاییم در عهد جدید آقا پتروس رو میبینیم. تا با عیسی مسیح بود قشنگ همه چیز گل و بلبل و سنبل نه؟ اما وقتی پتروس تنها شد عیسی مسیح رو سه بار چیکار کرد؟ انکار کرد. سه بار انکار کرد. و ما داستانش رو میبینیم چون عیسی مسیح هم پیشگویی کرده بود. خب من و شما عزیزان استثنا نیست. من و شما هم انسان هستیم. میبینیم که انبیا اینا خیلی هاشون نزدیکان خداوند بودن. از تنهایی به کجا افتادن؟ گرفتار شدن. میگه من کلیسا نمیرم، من ایمان آوردم در دلم کافیه دیگه.
من خونم میمونم. معنی کلیسا را یاد نگرفتیم عزیزم. کلیسا به یونانی اکلیسیه، یعنی افراد جدا شده از استماع. ما در استماع زندگی می کنیم اما مثل اونها نیستیم. ما هممون صادره از آسمان هستیم. مگه خداوند ما علیل و ذلیل بود که نتونه معجزه بکنه، کارهاشو جلو ببره؟ افتخار داد به ماها، به فرزندانش، به رسولا. چیکار کرد؟ همکاران گرفت. و جالبه، ما نگاه میکنیم شاگردای عیسی مسیح، حواریون، کلکسیون خلافکاران بودن عزیزان. نه؟ آدم های درست حسابی را انتخاب کرد؟ نه، عیسی میخواست خب جلال بیامه. شرط اونه که متای بازیگر که اونجا نشسته عاشق پوله و با پول بازی میکنه، باز میگیره اونو نگاه کنی، به چشماش نگاه میکنه و میگه که متا بیا دنبال من. جالب اونه که متا جمع جور نمیکنه اون چیزایی که داره، همه رو بیر میکنه و پشت عیسی مسیح میره. پتروس برادرش آندریاس میگه پدرشون رو قایق و تور همه تیرا ول کردن و پشت سر عیسی مسیح رفتن. عیسی مسیح رو ما میبینیم که آیا شاگردان رو یکی یکی میفرستاد به این ور اون ور؟ میتونیم بگیم جفت. آخه دانمارکی‌ها به متشکرم، مرسی، تک میگن، تک. برادر هوشنگی داریم، برادر شیرینیه، همشهری ماست، میگه که بابامو اومده بود دانمارک، بعدن این مشاورشون اینا به این میگفتن که مثلا میخواستن تشکر بکنن، تک. این میگفت که تک یخ جفت، چون خانمش ایران بود و میخواست خانمشم بیاره، تک یخ جفت. عزیزان، ما تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. با هم میتونیم دنیا را، انسانها را برای خداوندمون سیر بکنیم. اما شریر نامرد میخواد ما را تنهایی گیر بیاره و حسابمون رو برسه. در کلیسای ما جوانان ما یک نمایشنامه داشتن به عنوان شمع. به عنوان شم تنها بودن، شم داشتن، کاش اینو میتونستم چیز بکنم، حالا خرابکاری نمی کنم. شریر میومد چیکار میکرد؟ خاموش میکرد، همه رو نابود میکرد. این جوانان میان فکر میکنن، میگن که این تنهای حساب هممون رسید، حالا بیاییم زنجیر ببندیم. زنجیر ببندیم، زنجیر میبندن، شما دستشونه، شریر میخواد بیاد یکی را چیز میکنه، اون یکی ها میان روشنش میکنن. هر کدومو شریر خاموش میکنه، اون یکی ها میان روشنش میکنن. شریر میبینه که نه، اینا یک شدن، با هم شدن و اینها را ول میکنه و میگه که من حریف اینها نمیشم. پس عزیزان، من و شما هم استثنا نیستیم. خطر فلاکتبار تنهایی را لطفاً 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 بی اهمیت ندانیم. فکر بکنیم، با هم باشیم. تنهایی
خیلی مشکلات برای خودش داره. من یادم به دانشسرای تربیت معلم اردبیل رو تازه باز کرده بودم. ما اولین سری دانشجوها بودیم. چون تازه باز کرده بودن حمامی نداشت. ما دو سال اونجا شبانه روز باید زندگی میکردیم اصلا. حمام نداشت. به ما روبروی دانشسرا یه حمام عمومی بود و یه حمام نمره اینا میدونین دیگه قدیم و اونایی که قدیمی مثل من هستن. به ما 8 تا هر ماه کوپن میدادن که ما نمره بریم. من هیچ وقت نمره نمی رفتم. حقیقتش از تنهایی می ترسیدم. خب جوان بودم اما از تنهایی می ترسیدم. تنهایی رو دوست نداشتم. من عمومی می رفتم. یه بار رئیس دانشسرا منو صدا کرد. آقای بینایی ما به شما کوپن میدیم که شما نمره برین. چرا عمومی میری؟ ما خبردار شدیم. گفتم حقیقتش آقای رئیس از تنهایی می ترسم. و چون نمره تنهاییه به اونجا من نمیرم. اگر امر میفرمایید من اصلا حموم نرم. نگفت پس ما علتشو فهمیدیم. پس عزیزان شاید ما بیاییم رفتارامونو عوض بکنیم. فکرامونو عوض بکنیم. فکر مسیحو بگیریم. شاید توقعامون رو یه مقدار پایین بیاریم. از این گروه بازی ها نگاه کنین. اوایل زن زندگی آزادی روح شاد این دختر که همه را به هم وصل کرد، مهسا امینی، نه؟ یادتونه؟ همه با هم چقدر به دنیا نشون میدادیم که ما ایرانی ها با هم هستیم. اما یواش یواش این پرچم رو برمیداره، اون پرچم رو برمیداره، اینطوری میگه، اونطوری میگه. چی شد؟ سرد. دیروز اونجایی که بودیم عرض کردم ما ایرانی ها یا افغان ها کباب رو خیلی دوست داریم، نه؟ شما دوست داری؟ آقا صمد هم خیلی دوست داشت تلو کبابو. نه به لیلا خانم رسید نه به تلو کباب. خیلی کباب درست میکنیم ما، نه؟ ببینین از این اجاق یه دونه زغال ورداریم یا بیفته بمونی اونجا. بعد از 5-6 دقیقه، 10 دقیقه آیا اون زغال همون حرارت رو خواهد داشت؟ خواهد داشت؟ نه. حرارتشو، انرژیشو، همه چیزشو از دست میده و به درد نخواهد خورد. و ما وقتی که میگیم نه، من این کلیسا نمیرم، من اینجا نمیرم، من اونجا نمیرم، من میخوام تنها در خونم باشم، حرارت روحانی خودتو از دست خواهی داد. مواظب باش. مواظب باش. در تنهایی هاست خیلی نقشه های خودکشی میکشن. من دو ماه پیش تقریبا دیروز عکس اون عزیزم نشون دادم. یه پسر تاثیر کرده خیلی خیلی بالا تنها بوده، افسرده بوده، پدر مادر مشغول خودشون بودن، بچه را فراموش کرده بودن. چیکار میکنه؟ تنهایی فشار میاره، از طبقه ششم با کله با صورت خورده بود به آسفالت. مراسمش رو خداوند فیض داد، من اجرا کردم و تا تونستیم که برای مادر بزرگش، برای مادرش، برای چیز یه تسلی باشیم. پس عزیزان من خیلی خیلی باید مواظب باشیم. خیلی قتل ها در تنهایی انجام میگیره. اینطور نیست؟ اخبار رو ما چیز میکنیم. پس ما باید در ارزش گذاری های خودمون بیشتر دقت بکنیم. ولی لطفاً هرگز
تنها نمونیم، چون ما هم انسان هستیم. بیاییم با همدیگه این حساد رو برداریم. کلام میگه حساد فراوان کارگر کرد. اگر بیاییم کمال همنشین در ما اثر میکنه. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیدی که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکم مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه همان خاکم که هستم. کمال همنشین در ما اثر میکنه. میاییم از هم دیگه برکت میگیریم، میاییم قوت میگیریم، میاییم میبینیم که چقدر خداوند فرزندان زیادی را داره. اما در خونه هامون باشیم تنها چهار دیواری را خواهیم، قوتمون را از دست خواهیم. دعای من اینه برای تک تک شما، برای تک تک شما که همیشه با خواهران برادرانی که خداوند هدایت میکنه باشین، در دعا قوت بسیار پیدا بکنید و همدیگر رو بنا بکنید. خدا برکتتون.